در کنگره پیوند عضو آمریکا که ماه مه امسال در فیلادلفیا برگزار شد، گروهی از کارشناسان پیوند عضو نگرانی خود را درباره جداسازی اجباری اعضای بدن اعلام کردند. از سال 2006 ادعای قتل زندانیان عقیدتی توسط رژیم چین با هدف درآوردن اعضای بدنشان مورد رسیدگی بین المللی قرار گرفته است. پزشکان مخالف جداسازی اجباری عضو که میزبان میزگری در این اجلاس بودند، از دیوید ماتاس، وکیل حقوق بشر کانادایی، جهت سخنرانی دعوت کردند. ماتاس به همراه دیوید کیلگور، دیگر فعال حقوق بشر، تحقیقات خود را روی جداسازی اعضای بدن زندانیان عقیدتی در چین متمرکز کردند. بسیاری از این قربانیان تمرین کنندگان روش معنوی فالون گونگ هستند، روشی که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. ماتاس شواهد و مدارکی در خصوص یافته‌هایش ارائه داد، از جمله متن مکالمات تلفنی محققانی که وانمود می‌کردند نیازمند دریافت عضو هستند و از پزشکان چینی درباره اعضای زنده می‌پرسیدند. تماس گیرنده: ما عضو تازه و زنده می‌خواهیم. دکتر دای: آنها همگی زنده زنده هستند. تماس گیرنده: چند عمل پیوند عضو زنده انجام دادی؟ دکتر دای: 400-500 مورد. فقط کافی است پول را تهیه کنید و بیایید. تماس گیرنده: چقدر می شود؟ دکتر دای: اگر همه چیز خوب پیش رود بین 150,000 تا 200,000 یوان. تماس گیرنده: چقدر باید صبر کنم؟ دکتر دای: لازم است که گروه خونیتان را چک کنم. اگر بیایید می توانم در عرض یک هفته انجام دهم. تماس گیرنده: شنیدم که قسمتی از اندام ها از افرادی تامین می شود که تمرین فالون گونگ انجام می دهند. آنها خیلی سالم هستند. دکتر دای: بله، ما این کار را می کنیم. نمی توانم تلفنی دربارش راحت صحبت کنم. دکتر گابریل دانوویچ، سرپرست پزشکی برنامه پیوند کلیه در دانشگاه UCLA می گوید که جامعه جهانی پیوند عضو باید برای توقف جداسازی اجباری اعضای زندانیان محکوم به اعدام بیشتر تلاش کند. میگویم اگر ما هیچ کاری نکنیم، ما شریک جرم خواهیم بود. بسیاری از کارشناسان پزشکی که در این میزه گرد حضور داشتند، رژیم چین را محکوم کردند. کارشان خیلی شبیه آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم است. به نظرم شرورانه است. واقعا فکر می‌کنم باید بیدار شود. اگر استفاده از اندام زندانیان محکوم به اعدام برخلاف اخلاق پزشکی است، پس جداسازی اعضای بدن تمرین کنندگان فالون گونگ یک کشتار علنی و یک جرم است. طی این اجلاس، شرکت‌های بین‌المللی داروسازی نیز ترغیب شدند که آزمایش دارو روی بیمارانی که از منابع نامعلومی در چین اندام دریافت می‌کنند را متوقف کنند.